تدریس شروع میکنه. مضمون او رسانه شهری است، سمستر هفتم بهار 1399. فصل دوم واتر دیمند یا نیازهای آب هست. اول میگیم فکترها یا عواملی که میتونه تاثیرگذار باشه بر روی دیزاین سیستم های آبرسانی، باید اونا در دیزاین ها ملاحظه بشن و در نظر گرفته بشن. نام فکتورز تو بی کانسیدرد، فکترهایی که باید در نظر گرفته بشه در تقاضای آب یا در نیازهای آبی. یک پاپولیشن هست، جمعیت. جمعیت هم فکترهای مؤثر هستند که فکترهای تاثیر کننده هستند که باید در تقاضای آب در نظر گرفته بشن، در نیازهای آب در نظر بشن، به خاطر اینکه در جمعیت رو به افزایش هست. ما اگر سیر سعودی از جمعیت داریم، مثلا جمعیت هرات اگر در نظر بگیریم در سال 2010 تا سال 2020 تغییرات آمده، چند فیصد افزایش در جمعیت داشتیم. این فیصدی میتونه بر حسب سالانه محاسبه بشه یا میتونه که ده هزار فیصدی افزایش جمعیت محاسبه بشه که پس پاپولیشن یا جمعیت بتونه تاثیر بذاره. دوم پر کپیتا ریکوایرمنت هست. پر کپیتا ریکوایرمنت یا همون مقدار نیازی که برای هر نفر در نظر گرفته بشه، مقدار نیاز آبه که تقاضای آب برای هر نفر بگیم، این میتونه متفاوت باشه. نظر به موقعیت، نظر به سطح زندگی که افراد در همون شهر زندگی میکنن و نظر به تعداد و نوعیت صنعت هایی که وجود داره و ساعات رهایشی و ساعات تجارتی که در یک شهر تأسیس شده است، اینها متغیر هستند. اگر شهر بیشتر توسعه یافته باشه، توریستی باشه شهر، پس میتونه به هر نفر در روز میزان مصرف آب بیشتر در نظر بگیره. اگر شهر کوچکتر باشه، باز برای هر نفر در روز میزان آب کمتر در نظر بگیریم. Public places, park and institutions. به این قسمت ببینیم که چقدر مکانهای عمومی وجود داره در یک شهر. اگر مکانهای عمومی بیشتر باشه، نیاز آب بیشتر میشه. اگر کمتر باشه، نیازهای آب کمتر میشه. پارک ها، هر اندازه که در شهر پارک ها افزایش بیابه، ما نیاز داریم که مقدار آب بیشتر در شبکه توزیع کنیم که بتونیم پارک ها رو آبیاری کنیم. انستیتیوشن، چقدر انستیتیوت ها و سپانتون ها مثل مکاتب، مثل شفاخانه ها اینا وجود داره که اینا هم باید که از خود سیستم آبرسانی آب بگیره. اندستریز یا خود صنعت، بعضی جاها شرک های صنعتی جدا داره، ولی در بعضی شهرها شهرهای صنعتی گفته میشه یا در بعضی شهرها یک قسمت از او صنعتهای کوچک وجود داره. پس هر اندازه که مقدار صنعتها در داخل یک شهر افزایش پیدا کنه، نیاز آبی در این شهر بیشتر میشه. Sources of water، ما باید دیتیل سروی داشته باشیم، باید سروی با جزئیات داشته باشیم که چقدر همین منبع آب داره، یعنی منبع در طول سال در کدام فصلها کاهش پیدا میکنه جریان از او، در کدام فصلها افزایش پیدا میکنه، که ما ببینیم به طور متوسط در یک سال آیا میتونه ما مقدار نیاز آبی همی شهر تامین کنه. پس فکترهای تاثیر کننده میتونه بروی مقدار آب باشه. اگر منبع نتونه جوابگوی نیاز مصرف آب باشه، منبع دیگه جستجو میکنه. اگر چند منبع در کنار هم نتونست نیازهای آبی تامین کنه، پس این تاثیر گذاره برای مصرف آب، باید مصرف آب کاهش بده. کانوینس آف واتر، انتقال آب، که ما چقدر میتونیم از منبع آب تصفیه کنیم و از او انتقال بدیم به ساحه که مصرف کننده ها از او چی بکنن، این بستگی به خود لیول های داره که ما میتونیم نظر از موقعیت تا به تصفیه خونه تا به موقعیت توزیع آب ما آب سپلای کنیم، چرا که
بستگی داره به لیول او که میتونه از پمپ استفاده کنه، میتونه بدون پمپ انتقال بده، میتونه از پمپ هم استفاده کنه و از گرویتی هم استفاده کنه. Components of water demand، اجزا یا مرکبه های نیاز آب یا تقاضای آب چی هست؟ اگر بی قسمت ببینیم، گفته شده که مقدار حجم آب که ضرورت است مصرف کننده ها نیاز مصرف کننده ها تامین کنه همون واتر دیمند، مقدار حجم آب که ضرورت است که نیاز خود مصرف کننده ها تامین کنه همون عبارت از واتر دیمند است. مثلا واتر دیمند در تیوری، واتر دیمند میتونه گفت که یک خود واتر دیمند یک تیوری هست، یعنی وقتی ما میگیم تقاضای آب یک تیوری هست که میگیم همینقدر بر اساس تیوری 100 متر مکعب مصرف داره، بر اساس تیوری دیمند 500 متر مکعب در اندستری ما روزانه مصرف داریم، ولی حالت واقعی از او همون مصرف است. یعنی اگر ما داشته باشیم که مصرف چقدر است، او میتونه حالت واقعی باشه. پس ما وقتی میگیم دیمند یعنی یک تقاضا بر اساس یک استیمیشن کار میکنیم، واقعیت همون چیزی است که مصرف در ساختش. پس برای دیزاین سیستم های آبرسانی نیاز هست که ما واتر دیمند محاسبه کنیم و نظر به زمان تغییرات از اون محاسبه کنیم. واتر دیمند و نظر به زمان تغییرات از اون، مثلا در طول 24 ساعت نوسانات زیاد در مصرف، در یه ساعت های هست که جریان در حد مکسیمم نیاز هست، در ساعت های هست که جریان در حد مینیمم هست. پس ما باید متوجه بشیم که جریان در حد مینیمم یا در حد مکسیمم در طول روز باید در دیزاین ها ما در نظر گرفته بشیم. مرکبه هایی که واتر دیمند داره میتونه یکی رزیدنشیل باشه، یعنی ساحات رهایشی، کمرشل، ساحات تجارتی، اندستریل، قسمت های صنعتی، پابلیک واتر یوز، آب برای مکان های عمومی، فایر دیمند و آب برای اطفائیه و ان اکانتد فور سیستم لاسز، و بتونه ضایعاتی که در سیستم محاسبه نمیشه اونا هم جزء واتر دیمند باشه. واتر دیمند مرکب ها از ویا که دومستیک است، یعنی مصارف خانگی، و نان دومستیک، مصارف که صرف های غیر خانگی شامل میشه که بعضی کمرشیل هست، تجارتی داریم، صنعتی داریم، انستیتوت ها هست و ساعت زراعتی. زراعتی کمتر در نظر گرفته میشه ولی باز هم جز مرکب های نان دومستیک به این قسمت شامل میشه. پابلیک یوزس هست، مصارف عمومی هست، لاسز اند لیکج هست که میتونه ضایعات آب باشه، و فایر فایتینگ و اطفایی هست. این مرکبه های واتر دیمند هست. در اول ما رزیدنشیل یا بحث مصارف یا نیازهای ساعت رهایشی مطالعه میکنیم. در قسمت ساعت رایشی آب که مصرف میشه در خود خانه ها چی هست؟ یکی درینکینگ برای نوشیدن استفاده میشه، کوکینگ برای آشپزی استفاده میشه، باتینگ حمام کردن، لان خود فضای سبز، لان اسپرینکلینگ خود فضای سبز استفاده میشه، گاردنینگ برای باغچه هایی که داخل خانه دارن استفاده میشه، و سنیتری پارپوسیس و میتونه برای اهداف حفظ و صحه برای تویلت ها اینا استفاده بشه. مقدار از این بستگی داره به مصرفی که هر نفر نظر به سطح زندگی خود داره، یعنی سطح زندگی در یک شهر میتونه بازده به میزان مصرف آب و بستگی به سطح زندگی یک نفر بشه. اگر سطح زندگی از اون بالا باشه مصارف آب بالاتر است، بخاطر که بتونه از امکانات بیشتر استفاده کنه، از تسهیلات بیشتر استفاده کنه که نیاز به آب داشته باشه. مثلا از به جای از اینکه از بادیست لباس بشورن با لباسشی مشورن، مصارف بیشتر میشه، برای گرما و سرما از آب استفاده میکنه، مصارف آب بالا میره، موتر داره، موتر میشوره، داخل
خانه حتما فضای سبز داره، گلدانی ها داره، برش شستشوی داخل خانه استفاده میکنه، پس میتونه مصارف آب بالاتر داشته باشه. اگر سطح زندگی پایین تر باشه مصارف آب رو کمتر باشه. ولی در مجموع بین 50-60% تمام نیازهای آب میتونه نیازهای خود رهایشی، ساعت رهایشی باشه. ساعت رهایشی میتونه بین 50-60% کل تقاضای آب در یک شهر ماست داشته باشه. و به این قسمت ما اعداد و ارقام داریم که به صورت تیپیک در بعضی ساحات در نظر گرفته میشه برای محاسبه میزان مصرف آب یا واتر دیمند. فی قسمت ما از کل هندی استفاده کردیم. کل هندی هست، گفته شده که برای یک نفره که در شهرهای نسبتاً بزرگ زندگی میکنه میتونه برای آشپزی یا کوکینگ 5 لیتر در نفر در روز در نظر بگیریم، برای نوشیدن از او 5 لیتر به هر روز برای هر نفر، برای حمام کردن 75 لیتر، واشینگ کلوتس برای شستشوی لباس 25 لیتر در نظر بگیریم، واشینگ آف یوتنسایلز یا برای شستشوی ظروف 15 لیتر در نظر بگیریم، برای شستن و پاککاری خود ساحه داخل خانه 15 لیتر در نظر گرفته بشه، برای آبیاری باغچه ها و خود باغچه هایی که فضای سبزی که داخل خانه دارن 15 لیتر در نظر گرفته بشه، برای فلش تانک که در توالت استفاده بشه 45 لیتر و هر نفر در روز در مجموع 200 لیتر آب مصرف بشه. یعنی یک نفری که در ساحات نسبتاً شهرهای نسبتاً پیشرفته زندگی کنه میتونه که در حدود 200 لیتر آب مصرف بشه. البته این آب تنها سایه رهایشی هست. اگر باز ما در صنعت و مصارف عمومی و ضایعات اضافه کنیم باید به این مقدار اضافه بشه. اگر در شهرهای نسبتاً کوچکتر زندگی میکرد باز مصارف آب میتونه متغیر بشه. مثلا کوکینگ هم 5 لیتر داریم، دریکینگ 5 لیتر داریم، ولی برای حمام بی قسمت 20 لیتر کاهش یافته به 55 لیتر شده، واشینگ کلوت برای لباسشویی 20 لیتر در نظر گرفته شده، برای شستن ظروف 10 لیتر در نظر گرفته شده، برای شستشوی داخل خانه اینا 15 لیتر، برای فلشینگ تانک پس همون 45 لیتر و 155 لیتر شده. یعنی بی قسمت صارف آب برای ساحاتی که شهرهایی که زیاد توسعه یافته نیستن در کوچکتر هستن در اندیا 155 لیتر در نظر گرفتن، ولی در این مقدار در کشورهای توسعه یافته مثل آمریکا و اروپا میتونه متغیر باشه، از این مقدار هم بالاتر باشه، ولی در این کشورها تقریبا معادل با مصارف آب در افغانستان هست. ساعت کمرشیل چه قسم؟ ساعت کمرشیل یا ساعت تجارتی برای از اون میگیم این بستگی داره که چقدر هتل وجود داره، مراکز خرید چقدر هست، خدمات که در استیشن ها دارن، مثلا استیشن های قطار، استیشن های بس، این استیشن ها مصارف آب بالا بره به خاطر که بیشتر در این استیشن ها تقاضای آب هست. دیگه بی قسمت ها در ایرپورت ها وجود داره، میبینیم که چقدر از این تسهیلات در یک شهر وجود داره و میزان مصرف آب برای تسهیلات چقدر. هرچی این تسهیلات بیشتر باشه، این اماکن بیشتر باشه، نیاز کمرشیل بالا میره، اگر کمتر باشه نیاز کمرشیل کمتر میشه. پس بیشتر وابسته به تعداد مرامی مراکز هست که بیشتر ذکر شد، هرچی که اینا بیشتر تأسیس باشه رسار خواه بیشتر افزایش پیدا میکنه. و ساحات اندستری یا صنعت، این بستگی به خود صنعت داره و نوعیت صنعت میتونه در خود میزان مصرف آب متغیر باشه. مثلا صنعت ما داریم که نوشابه تولید میکنه، میزان مصرف آب ولی شاید متفاوت باشه از جایی که بود تولید میکنه. مصرف میزان مصرف ولی متغیر است نظر به که ماشینالات تولید میکنه، میزان متغیر است نظر به جایی که فرض کنیم مواد غذایی تهیه میکنه. پس میتونه که میزان مصرف آب در ساحات صنعتی وابسته به تعداد و نوعیت
صنعت ها باشه برای خشک، برای فعلا و برای آینده. یعنی باید در نظر گرفته بشه که فعلا اگر در همین شرک صنعتی 10 صنعت وجود داره، در آینده 60 صنعت میشه. پس باید نوعیت صنعت ها و مزار مصرف از اون دستیسه مابرسانی در نظر گرفته بشه که در آینده به کمبود مصرف ها مواجه نشه. این قسمت هم خود صنعت هایی که وجود داره در خود شرک های صنعتی به هر لیتر یا به هر کیلوگرامی که تولید میکنن همینقدر مصرف آب باید در نظر گرفته بشه. مثلا اگر ما از بیم از قسمت های انجینری از کار بگیریم، بریکس یا خشت، مثلا میبینیم که 15 تا 30 لیتر به هر کیلوگرام از اون تولید از اون مصرف میشه. مثلا سمنت 4 لیتر به هر کیلوگرام سمنت آب مصرف. به این ترتیب میبینید که هر کدام گفته شده، و اگر بیه موتر ببینید در این قسمت 2500 تا به 8000 لیتر برای هر موتر که تولید میشه آب مصرف. مقدار آبی که نیاز هست برای ساحات عمومی یا پابلیک این وابسته هست به چقدر ساحات عمومی ما داره. یعنی مصارف آب از او خاص نیه، مصارف آب از او عمومی گفته میشه. مثلا بعضی مکاتب هست، مثلا میتونن استیتوت های هست که مصارف آب رو جز مصارف عمومی حساب میشه. مثلا پارک ها وجود داره، آبیاری داخل فضاهای سبز داخل شهر، فواره های آبی که وجود داره، پاککاری به کانال های فاضلاب توسط آب، اینا همه کی میتونه مصارف آب عمومی باشه که معمولا بین 2 تا 5% مجموع دیمند در نظر گرفته شد. مثلا اگر ما مصرف دیمند قبلی که بیشتر در نظر گرفتن 200 لیتر، حالا اگر ما خواسته باشیم برای پابلیک هم در نظر بگیریم 10 لیتر هم برای پابلیک بشه، 5% از 10 لیتر بشه 210 لیتر که پابلیک هم در اون اضافه بشه. مثلا اگر پارک های عمومی داشته باشیم 4 لیتر به هر متر یکش ها 4 لیتر و هر متر مربع کار داره، برای شستشوی سرک ها 1 تا 1.5 لیتر به هر متر مربع در روز کار داره، برای شستشوی سیور ها 4.5 لیتر برای هر نفر در روز اضافه میکنه میزان مصرف آب میتونه شستشوی سیور ها هم بشه. و در این قسمت هم جاهای زیاد است که اگر ما اینا در پابلیک داشته باشیم، مصارف عمومی داشته باشیم، میتونیم این مصارف جدا جدا در نظر بگیریم که پابلیک یوز کاملا محاسبه باشه، در محاسبات مشامل باشه که نیاز نباشه که ما به شکل تخمینی بین 2 تا 5% بگیریم. میتونه مستقیما این مصارف در مصارف اضافه کنه که مصارف پابلیک یا مصارف عمومی باشه. Unaccounted system losses and leakage. در خود سیستم آبرسانی ضایعات وجود داره، بنابر ترکیدگی در لوله ها، شکست لوله ها، تخریب خود میتر ها و یا اتصال های غیر قانونی، اینها جزء مصارف حساب میشن که به خود سیستم بر نمیگردن. یعنی بین تفاوت بین مقدار آبی که از سیستم آبرسانی انتقال یافته و مقدار آبی که در میترها محاسبه شده برگشت کرده، تفاوت بین از این دو میتونه مصارف آب لیکج و ان اکانتد لاسز باشه. یک تفاوت همیشه وقت وجود داره به خاطر که ترکیدگی در لوله ها وجود داره، میترها تخریب میشن، پیپ های هست که غیر قانونی وصل شده، اتصال های غیر قانونی از نفر آمده بدون اطلاع به ریاست آبرسانی، پیپ آبرسانی خود وصل کرده که در افغانستان هم از این زیاد داره، حتی طبق گزارش هایی که از ریاست آبرسانی بعضی موقع داده میشه حدود 3000 فامیل هست که بدون میتر آبر میگیرن ولی تا به حال نتونستن اونو قطع کنن، و در کنار از او سیستم هم لیکج وجود داره، ترکیدگی در لوله ها وجود داره که روزانه امکان داره چند مورد لیکج باشه تا اینکه برن دوباره ترمیم بشه، دوباره با ترمیم بشه و شبکه بسته بشه، این مصارف آب افزایش پیدا میکنه.
میتونه که بین 15 تا 35 فیصد در نظر گرفته بشه. من فکر میکنم در سیستم آبرسانی هرات برمون حد 35 فیصد وجود داره، بین 35 تا به 40 فیصد هم میزان زایات در شبکه وجود داره. فایر دیمند، تقاضا آب برای اطفایه یا مقدار مصرف آب اطفایه است. اطفایه هم یا آتش نشانی هم فهمه که بخش از سیستم های آبرسانی هست که باید سیستم های آبرسانی آب برای سوال سپلای کنه، ولی در افغانستان فعلا در شهر هرات بخش اطفایه جدا است. اطفایه سیار داریم، یعنی منبع آب هم منبع آبای زیرزمینی هست، آب رو میکشن از آبای زیرزمینی و در آینده ما مشکل مواجه بشیم. پس باید که اینا هم فکر به حال سیستم آبرسانی بکنن که هم سیستم آبرسانی هرات و هم سیستم اطفایه آب را از منبعهای سطحی بگیرن از آبای زیرزمینی، چون امکان داره که در آینده آبای زیرزمینی کمبود مواجه بشه و مشکلات در نشست خود زمین به وجود بیه. پس ما باید اطفایه در ساختمان ها میزان آب و مصرف از اون محاسبه کنیم، در شهرها محاسبه کنیم تا اینکه زمان خوب ساختن آتش به مشکل مواجه نشه. سیستم فایر کست به 4 دسته تقسیم میشه، یعنی ما با 4 شکل میتونیم در سیستم آبرسانی تا 4 نوع اطفایه داریم که اولی هایدرینت هست، ای توسط آب، یعنی ما در جاده ها در هر 100 تا 150 متر هایدرینت یا نل های اطفایه نصب میکنیم که بعد از اون میشه آب بگیریم برای خاموش ساختن آتش. اسپرینکلر سیستم هست، این سیستم ها در خانه ها نصب میشه که میتونه زمانی که آتش سوزی بالا بره میتونه که این آب فواره آب داشته باشه و آب خاموش کنه. پوستری سیستم هست، از شلنگ آب استفاده میشه و پورتیبل فایر استنگویشن. ای باز بس از این چیزهای هست که قابل حمل هست، یعنی چیزهای کوچک مثل کپسول های اطفایه گفته بشه، یعنی کپسول های اطفایه استفاده. در این قسمت بخشهایی که مربوط به آبرسانی میشه مون مطالعه میکنیم. خود هایدرینت ها یا نل های آتش نشانی در گذشتن ما در هرات در همین مسیر شفاخانه تا به چاک گلها داشته، بر هر 100 تا 150 متر فاصله ما هایدرینت نصب میکنیم و بعد از اینکه هایدرینت نصب شد در سیستم آبرسانی میزان آب مصرف رو در سیستم در نظر گرفته شد. هر زمانی که آتش در اون قسمت ها نیاز به خاموش کردن آتش آب با آب برای خاموش ساختن آتش نیاز بشه، باز ما میتونیم خود پیکار با یک پمپ وصل کنم به این اطفایه، بعد آب با فشار که بین 100 تا 150 کیلو نیوتن بر متر مربع بین 10 تا 15 متر فشار وجود داره، میتونم آب با فشار به ما پیتایی که آتش هست برسونم. معمولا فایرها جیت دارن یا همون قسم نیزرهایی که آب با فشار انتقال میده، اونا از هر کدام از اون میتونه 1100 لیتر به هر دقیقه آب جریان پیدا کنه که بتونه به سادگی به زمان کم خود آتش خاموش کنه. اینا نمونه از هایدرینت ها هست که داخل خود سرک ها نصب میشه. به طوری که میبینیم 3 بخش داره، میتونه از هر 3 بخش از آب بگیریم برای خاموش ساختن آتش. این پایپ هم مستقیم به پایپ اصلی شهر وصل بشه، پایپ اصلی شبکه آبرسانی. یعنی به این شکل آب میتونه سپلای بشه، منتها باز ما میتونه که توسط پمپ ها این آب جریان بده و یا در بعضی موقعیت ها هم داره دیگه در شکل دیده بشه میتونه که فشار آب بسیار زیاد باشه. انواع مختلف از هایدرینت ها هست که به داخل شهر نصب میشه. در کنار پیاده روها در جای سیستم آبرسانی در هر 100 تا 150 متر نصب میکنم. هر زمانی که نیاز به خاموش ساختن آتش باشه، خود پیپال شکل بریج بین پیاده رو تا به ساختمان که آتش گرفتن نصب میکنه و فشار میتونه که آتش خاموش بشه.
نوع دوم اسپرینکلر سیستم هست یا به شکل فواره هست که در شکل دیده بشه یک نوع مایع سرخ رنگ که از الکهول هست این به داخل از این قسمت جا به جا شده زمانی که گرما زیاد بشه این به سقف خانه توسط پایپ ها آمده و سقف خانه این به آب مستقیم در تماس هست به زمانی که داخل خانه آتش بگیره آتش که بالا بره باز همی لیکویت در مقابل آتش مقاومت نداشته این میشکره وقتی که این شکست دریچه باز میشه دریچه آب باز میشه و آب میتونه که به شکل فواره دور بخوره و به داخل خانه بریزه که خانه خاموش بشه تقریبا مثل زنگ هایی که برای خطر آتش در خانه ها نصب میشه جایی که در مقابل دود حساس میشن ولی این در مقابل دودی مستقیم با گرمای خانه ارتباط داره اگه گرمای خانه از درجه حرارتی که بود داده شده افزایش پیدا کنه میتونه که خود از این جا در جا این شیشه بشکنه بترکه و بعد از اون پایپ آبر به داخل خانه جریان بده تا در سقف خانه میبینیم جایی گفته با این چیز آویزان نکنه چرا که این فقط صرف برای خامه های پاساختن آتش در خانه در نظر گرفته ببینیم وقتی که پیشتر به این شکل بود وقتی که او مایع سرخ رنگ از با شیشه ترکیده بشه ببینیم به این شکل آبر به داخل خود خانه جریان بده و میتونه که خود آتش خاموش بشه آتش در خانه مخاموش پست ریل سیستم ها سیستم های هستن که در شکل دیده بشن اینا در طبقه در هر طبقه شما شاید در ساختمان های بلند منزل دیده باشیم در هر طبقه این باکس از این نصب شده و این باکس بسته شده به یک پایپ آب و بعد از او هم شلنگ آب بی بسته شده که شلنگ آب از او میتونه که تا به 36-37 متر انتقال پیدا کنه و هر زمانی که نیاز به خاموش ساختن آتش باشه شما میتونیم که از این سیستم استفاده کنیم شلنگ آب رو کش کنیم و انتقال بدیم به همون خانه که در همون طبقه است آتش میتونه خاموش بشه هر طبقه در یک ساختمان میتونه که با این مجهز بشه اگر فاصله از 34 متر زیاد 36 متر زیاد بشه با شما میتونیم به هر قسمت از این ساختمان یک از اینا نصب کنن که تا فاصله مورد نظر بتونه آب انتقال بده و آتش خاموش بسازه مینیمم آب که شما برای در نظر میگیریم 0.33 لیتر برای هر سیکند هست یعنی به هر ثانیه 0.33 لیتر برای شما در نظر میگیریم و پورتیبل که هست از این اگر شیمار بود به بخش آبرسانی نمیشه ولی خواستیم که قسمت چهارم رو هم توضیح بدیم که برای خاموش ساختن آتش چه قسم استفاده میکنن این از کپسول ها هست کپسول هایی که به قسمت برای اطفای استفاده بشه که معمولا از گاز کاربن دای اکساید هست به قسمت ببینید شکل های مختلف داره که طریق های مختلف از او باز کردن از او انتقال از او رو آتش هست که آتش میتونه خاموش بسازه یعنی به این شکل سیار هم استفاده شده و اینا اطفایی های سیار هست ای از این ماشین های روباتیک استفاده میکنن به خاطر از اینکه برای خاموش ساختن اتومبیل ها و موترها به خاطر از اینکه امکان انفجار در موترها هست به واسه از این موترها روسیل های سیار استفاده میکنن و این هم اطفایی های سیار هست که برای سیستم های آبرسانی اطفایی در شهرها استفاده بشه و این هم خود همون هایدرین هست که توسط همین شخص بر روی آتش آبشوت میکنه یعنی به این شکل از هایدرین تا آبشوت بکنه و خاموش ساختن آتش استفاده میکنه و یک نوع دیگه هم هست که توسط تیاره ها مواد ضد حریق پاش میدن بیشتر برای ساحات جنگ آتش‌سوزی در جنگلات اینا هست که میتونه برای خاموش ساختن آتش استفاده بشه
و این هم برای محاسبه خود آتش هست که چه قسم آتش به مقدارها به کبر آتش هست، آتش نشانی است یا اطفایی است، محاسبه کنیم مساوی است به کوانتیتی یا مقدار آب مساوی است به ریت ضرب در دیورشن، یعنی مقدار ریت از اون چقدر و هر سوری ریت داره ضرب دیورشن. دیورشن ارتباط میگیره به چقدر خود همین آتش دوام پیدا میکنه، 2 ساعت دوام پیدا میکنه، 3 ساعت دوام پیدا میکنه، مثلا خب ما میتونیم محاسبه کنیم. و به اون قسمت هم گفته شده که 190 کیلو پاسکال باید همون فشار داشته باشه تا اینکه بتونه که آب شوت کنه به موقعیتی که آتش هست، 4 لیتر به هر ثانیه میتونه آب تو باشه و بعد مینیمم که آب ما ذخیره میکنه برای 2 ساعت در برای هر 2 ساعت در طول روز هست. با تشکر، انشاءالله با چپتر دومه ادامه داره.